مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین رادیو تلویزیون دولتی ایران، 18 خرداد به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. پرستو عزیزی، فرزند آقای عزیزی، به بخش فارسی صدای آمریکا گفته پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فضای مجازی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به زندان محکوم شده است. منم در همین حد میدونم که اجتماع تبانی بوده که 5 سال به خاطر این گرفته، اقدام علیه امنیت ملی بوده که 1 سال، با توهین به رهبری که 2 سال. گفتن که سایبری که ما حد میزنیم همون فیسبوک بوده و حالا شاید فعالیت های خارج کشور، خیلی فعالیت های کوچیکی که اینجا همه دارن هم بوده باشه. از بهمن ماه تو زندانن، از توی بند 8 هستند، سالان 7 بند 8. وضعیت روحیش خیلی خوبه، ولی خب وضعیت جسمش من نگرانشم. الان دیگه 4 ماهه که اونجا هنوز کف خوابه و جمعیت بندم خیلی زیاده. بابام هم آسکار، هم اگزما داره، دیابت داره و الان به خاطر اینکه کف خوابه روماتیسمشه که خیلی اذیتش میکنه. یک دفعه هم به بهداری اوین منتقل شده. من از جامعه بین الملل، از سازمان های حقوق بشر و مخصوصا دولت کانادا میخوام که از پدرم حمایت کنن. بله مصطفی عزیزی، بهمن سال گذشته و پس از 5 سال اقامت در کانادا به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بازداشت شد. آقای عزیزی نویسنده مجموعه داستان من ریمون کارور هستم و تهیه کننده برنامه های تلویزیون مسابقه دانش و هوش و سریال مسافر است.